با سلام و درود خدمت تک تک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی تلویزیون ایران، امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. در خدمت آقای دکتر شاهین مطلبی هستیم، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، فارغ التحصیل از دانشگاه ساوت وسترن با بیش از 15 سال سابقه در امور برنامه ریزی دارایی، جنایی، انحصار وراثت، ثبت و تأسیس شرکت ها، دعاوی حقوقی و امور خانواده. در حال حاضر در آفیس مرکزی در وستوود لس آنجلس در 1575 وستوود بوروار در سویت 201 در خدمت شما عزیزان هستند. سلام می‌داریم خدمت آقای دکتر شاهین مطلبی. سلام آقای دکتر. سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون. خیلی ممنون که دعوت کردید منو به برنامه خودتون. من فکر می‌کنم مطالب بسیار زیادی میتونیم امروز در برنامه عنوان بکنیم برای اطلاع و آگاهی عزیزانی که در آمریکا و به خصوص در کالیفرنیا زندگی میکنن. و آقای دکتر شاهین مطلبی عزیز امروز در مورد قوانین جدید در مورد مدیکال ریکاوری و یا بازپرداخت مدیکال صحبت خواهند کرد و منتظر هستیم تا اطلاعات ایشون رو بشنویم و ببینیم. خیلی ممنون از مقدمه خوبتون. اگر موافق باشین قبل از اینکه اصلا راجع به این مسائل صحبت بکنیم یه مقدار راجع به مسائل روز. البته حتما. که در واقع میشه همش برمیگرده با آقای ترامپ. درست. راجع به اون اگه می‌خواستین صحبت بکنیم، هدف من اینه که چون مسائل قانونی عنوان میشه همین ایمپیچمنت یا استیضاح یا این بله. صحبت هایی که میشه، شاید بعضی از هموطنان متوجه نباشن که این سیستمش یا مکانیزم این مسئله چجوریه. درسته. بعد واسه همین فکر کردم که شاید بعد نباشه یه تاریخچه ای از سیستم آمریکا و این روش واسه تون بگم. 100% منتظریم. همونجور که میدونین سیستم آمریکا یه خصوصیات ویژه‌ای داره. بله. که این بنیانگذاران این سیستم در اواخر قرن 18 هم چون اکثرا از انگلستان اومده بودن و اون دیکتاتوری پادشاهان اون موقع و مسائلی که اونجا وجود داشت رو داشتن، هدفشون بود که حکومت جدیدی که درست میکنن حکومت دموکراتیکی از کار دارن. درست. برای اینکه به این برسن کاری که کردن در واقع استفاده کردن از ایده های فیلسوفای قدیم. قدیم منظور همون توی اروپا قرن 17 و 18 و ایده های اونا رو در واقع در آمریکا سعی کردن که پیاده بکنن. بله. که این ایده ها در واقع دو ست ایده هستن. یکی ایده اینکه همونجور که میدونین آمریکا یه سیستم فدرال گورنمنت داره، یه دونه استیت گورنمنت. بله. به این معنی که قدرت تقسیم شده بین دولت فدرال و دولت در واقع ایالتی. یعنی یک سیستم مرکزی و یکی که در ایالت های مختلف هر کس هر قانونی برای خودش انجام میشه. بله. همونجوری که میدونین قبل از اینکه ایالات متحده آمریکا درست بشه 13 تا از این ایالت ها قبلا وجود داشتن که بعدا اینا با هم دیگه میپیوندن میشن ایالات متحده. برای اینکه قوانین در واقع حکومتی رو بتونن درست بکنن مجبور میشن که چون خودشون قبل از این برنامه قوانین داشتن، در واقع کسایی داشتن که حکومت اونجا رو میچرخوندن، این در واقع به هم پیوستنشون بر اساس اون قوانینی بود که اینا از در واقع اروپا آورده بودن، اون ایده هایی بود که از اروپا آورده بودن. ایده اصلی که استفاده کردن این از مانتسکیو گرفتن، فیلسوف فرانسوی، که در واقع سپریشن آف پاورز یعنی قدرت ها رو از هم جدا کردن. بله. کردن به سه قسمت فارسی که بگیم مقننه، قضاییه و اجراییه. بله. یا انگلیسیش لجیسلتیو، اگزیکیوتیو و جودیشری. این کاری که کردن هدفشون این بود که جلوی اینکه یه نفر دیکتاتور بشه یا یه گروه دیکتاتور بشه رو بگیرن. درسته. و یک سیستم دیگه که استفاده کردن که این اضافه بر اون کار مانتسکیو بود این بود که چکس اند بالانسز گذاشتن، یعنی که هر کدوم از این ارگان ها میتونن زیاده روی ارگان های دیگر رو جلوشو بگیرن. اوکی. مثل اینکه مثلا کانگرس میتونه یه قانون رو بگذرونه ولی پرزیدنت میتونه اون رو ویتو کنه. بله. یعنی که قانون رو کانگرس میگذرونه، سوپریم کورت میتونه بگه این قانون بر ضد، یا کورتای دیگه میتونه بگن بر ضد کانستیتوشن. درست. این کارا که کردن در واقع منتهی شد به همین دموکراسی که میبینیم تا امروز ادامه داره از 1789 1776 در واقع. بعد
مسئله حالا به روز برگردیم، مسئله آقای ترامپ. خیلی صحبت هست راجع به این که کارهایی که ایشون میکنن باعث به خطر افتادن کشور شده و صحبت از ایمپیچمنت یا استیضاح میاد. بله. حالا اگه دوست داشته باشی میتونیم مکانیزم این استیضاح راجع به صحبت بکنیم. خیلی ممنون میشم. برای برکنار کردن رئیس جمهور آمریکا دو مکانیزم وجود داره. یک مکانیزمش هستش که بر اساس قانون اساسی آرتیکل 2 سکشن 4 شه که میگه اگر یه پرزیدنت یا وایس پرزیدنت یا هر کدوم از اینا که واسه دولت کار میکنن اگر جرمی انجام بدن، خیانت به کشور، رشوه گیری و دیگه جرمای بزرگ انجام بدن، میتونن ایمپیچ بشن از طرف کنگره. کنگره بله. حالا ایمپیچمنت چه جوری میشه؟ اکثریت هاوس اف رپرزنتیتیو اونا باید اکثریت، البته نه اکثریت کامل، یعنی در واقع یه دونه بیشتر از نصف اون تعداد، بله، اگر رأی بدن میتونن یه پرزیدنت رو ایمپیچ کنن. که البته در حالت حاضر کانگرس قسمت هر دو قسمتش تحت اختیار ریپابلیکن ها هست، یعنی احتمال این که بخوانم چیکار رو بکنن خیلی کم. همه راه ها رو بستن. اگر هاوس اف رپرزنتیتیو همچین کار رو انجام بده، سنا در واقع میشه حالت یه دادگاه که سناتورا گروهی تشکیل میدن و پرزیدنت رو به محاکمه میکشن. اگه یادتون باشه زمان کلینتون این مسئله پیش اومد. بله بله. و اگر دو سوم سنا بعد از اینکه اون محاکمه انجام شد، دو سوم سنا اگر رأی بدن، میتونن پرزیدنت رو البته ریمووش بکنن از آفیس. بله بله. این راه اولش. یه راه دیگه‌اش در واقع متممه 25 به قانون اساسی آمریکاست یا 25th amendment. بر اساس 25th amendment اگر وایس پرزیدنت که اینجا میشه آقای پنس به اضافه اکثریت ادمنستریشن، یعنی اون وزرایی که ایشون انتخاب کردن، اگر اینا به کانگرس در واقع به اسپیکر هاوس و به اسپیکر سنت بگن که این پرزیدنت فیت نیست واسه این کار، یعنی توانایی بودن پرزیدنت نداره، اونا میتونن این پروسه رو شروع بکنن، در واقع پروسه ریمووالو. بعد این دوباره توی کانگرس، دو سوم کانگرس باید رأی بده و بله، میتونن پرزیدنت رو بردارن و وایس پرزیدنت بشه پرزیدنت. دو سوم اینجا، دو اینجا دیگه یه ذره بیشتر نیست. اینجا مشکل تره چون وایس پرزیدنت و کابینه دارن ریمووشون میکنن. اگر اگر پرزیدنت ریمو بشه، وایس پرزیدنت میاد جاش دیگه، اون که میدونن. اگر وایس پرزیدنت نباشه میشه اسپیکر اف دی هاوس. بله. این حالت واسه همین این ریمووال در واقع برکناری پرزیدنت از این طریق خیلی مشکل خواهد بود، ولی خب قابل اجراست. بله. زمان نیکسون قبل از اینکه ایمپیچش بکنن خودش استفاده رفت. بله. ولی زمان کلینتون ایمپیچ شد ولی کنگرس رو نتونستن دو سومش رو به دست بیارن، واسه همین در واقع نتونستن ریمووش بکنن. بله. راستش امیدوارم این اطلاعاتی که دادم کمک بکنه به دوستان در اینکه این اخباری که میشنون و شاید بهتر بتونن بفهمن. خب آقای دکتر، این قانون جدید مدیکال ریکاوری و یا بازپرداخت مدیکال، فرمودید که من قبل از اینکه به مصاحبه بیایم فرمودید که از اول سال 2017 به اجرا گذاشته شده. بله درسته؟ بله. قانونش رو توضیح میدید که عزیزان بدونن اصلا مفهوم این قانون چی هست آقای دکتر. قبل از اینکه به قانون بپردازم شاید خوب باشه که یه مقداری راجع به اصلا مدیکال و پوشش و یه چیزی که بهتون میده. البته خیلی از اونایی که سنشون بالا هست و اینجا کار نکردن شامل مدیکال، پوشش مدیکال هستن و اطلاعات در مورد سرویسی که میگیرن دارن، یا کسانی که به اصطلاح کم درآمد هستن. بله دیگه. این در واقع پروگرام مدیکال جزی از در واقع پروگرام مدیکیده. بله. مدیکید یه فدرال پروگرامیه که با همکاری ایالت‌های مختلف این یه پوشش پزشکی میدن به افراد کم درآمد یا کم سرمایه. بله بله. مدیکال اون مدیکیدیه که در کالیفرنیا درست انجام میشه. خب دولت فدرال قبل از 2006 اگر شخصی فوت میکرد سعی میکرد یه مقدار از اون پولایی که خرج اون شخص شده رو پس بگیره. بله. این رو پس گرفتن بیشتر در مورد خانه های سالمندان و این هوم کر و چیزایی بود که خیلی گرونه. بله.
فقط اونا رو پس میگرفت. توی سال 2006 کانگرس یه قانونی پس کرد به نام Deficit Reduction Act of 2006. در اون زمان به ایالت‌های مختلف آمریکا این اجازه رو داد که خودشون برن مقدار پولی که خرجشون کردن رو کلکت کنن. در واقع یعنی برن از کجا کلکت کنن؟ از اون مردمی که بهشون این هزینه خرجشون شده. اوکی. چون یه پروگرام مشترک بین استیت بود و فدرال، یعنی یه فدرال یه مقدار از خرجشون میداد، استیت یه مقدار از خرجشون میداد. بله. به استیت اجازه دادن که همه اون خرجی خودش کرده رو بتونه بگیره. بله. این اجازه رو که به استیت دادن، اینا شروع کردن به کلکت کردن همه چیز. یعنی دیگه یه دونه آسپرین هم اگه به طرف داده بودن، بله، خواستن پس بگیره. خب حالا من میونه کلامتون همینجا میخوام سوال کنم، اگر اون شخص در اون خانه ها زندگی میکرد و احیانا فوت کرده بود، اون وقت تکلیف گرفتن این به اصطلاح پول یا مسئله که شما عنوان کردید چگونه بود؟ ببینین، اول باید ببینین که چجوری شما شامل این پوشش مدیکال میشدین. بله بله. یعنی اول باید اپلیکیشن پر میکردین، مدیکال بهتون میدادن. مدیکال گرفتن، بعضی چیزها رو در واقع اگزمپت کردن، این معاف کردن، میگن که خب شما اگر حتی یه خونه مسکونی هم داشته باشین، بله، اجازه دارین که مدیکال رو دریافت بکنین. درست. در واقع یعنی شخصی هست که اموالی داره، ولی خب میگن یه جا بالاخره باید زندگی کنه، خونه‌ش هم که درآمدی بهش نمیده، پس میگن خونه داشتن دلیلی میشه شما نتونین بگیرین مدیکال. درست. حالا این شخص فرض کنیم که زن و شوهر، زن یا شوهر که مدیکال دریافت میکرد یا میکنه، اگر شخص فوت بکنه، اگر همسرش زنده باشه، مدیکال نمیاد از همسری که زنده هست اون بدهی رو بگیره. بله. در واقع بدهی وجود داره ولی بدهیش هنوز دو نیست، یعنی موقع پرداختش هنوز نیست. بله. شخص دوم که فوت میکرد، اون وقت بازماندگان اون شخص، فرزندانشون و کسای دیگه، مدیکال بهشون نامه میداد که همچین شخصی فوت کرده، شما بدهکاری دارین، اموال ایشون چی هست که اگر بله، اموالی دارن ما ازشون بگیریم. بله بله. در واقع ریکاوری بعد از فوت هر دو نفر بود و از بازماندگان. بله. بازماندگان هم این کارشون در واقع اختیاری نبود، قانونا باید خبر میدادن به مدیکال که شخص فوت کرده و این اموالو داره. اونا اون وقت میومدن تخمین میزدن که اموال چقدر هست، بدهکاری چقدر هست، تا اون مقداری که بتونن رو پس میگرفتن بگیرن. بله. کاری که ما میکردیم تا در واقع جدیدن همین چند وقت پیش که این آخر 2016 بله، این بود که از تراست های غیر قابل فسخ استفاده میکردیم که یه نوعش هست به نام Qualified Personal Residence Trust. بله. این در واقع تراست خانه مسکونیه. این تراست در واقع موقعی که درست میشد، شخصی که تراست رو درست میکرد اموال خودش رو منتقل میکرد به این تراست. بله. اون زمانی که درست میشد اصلا اگه خونه ای داشت، ماشینی داشت، هر چیزی میداد به تراست، در واقع از اون روز به عنوان هدیه. بله. در واقع تراست ولی در واقع واسطه بود بین ایشون و بچه هاشون، یعنی به تراست منتقل میشد. بله. شخص حق زندگی رو تا آخر عمر نگه میداشت، بعد از فوتشون میرسید به بچه ها. بله بله. این کاری که میکردن دیگه، ایشون کسی که این کار کرده بود استی یا سرمایه نداشت. درست. بعد از فوتش هم میگفتن ایشون چی داشتن، میگن چی ندارن. درست. در واقع اینجوری ما میتونستیم اون استی یا اموال ایشون رو حمایت کنیم از اینکه مدیکال بگیره. درست. از جنوری 1/2017 قانونش توی 2016 پس شد، ولی زمان اجراش جنوری 2017 بود. کالیفرنیا یه قانونی گذروند که این گاورنر براون هم امضا کرد. بر اساس این قانون اینا اون مقدار که میتونه این مدیکال ریکاور بکنه رو محدودش کردن به نفع مردم. بله بله. قبلا شما اگر تراست معمولی داشتین میتونستن بیانشون بگیرن. بله. این شما که نه، بازماندگان که بهشون میرسید میتونستن بگیرن. قوانین جدیدی که اومده در واقع این کارو مشکل تر کرده و یه مقدار در واقع اون اموالی که قرار بود به بچه ها برسه رو حفظ کرده واسه شون. بله. و اگه دوست داشته باشیم میتونیم بهتون بگیم که 100% چون مطمئنن در این کشور بسیاری از افراد هستن چه سنای بالایی دارن و چه کم درآمد هستن و زیر پوشش مدیکال دارن زندگی میکنن، پس چه بهتر که به اصطلاح از لحاظ قوانین بدونن. بله بله. و یه سوالی که من دارم آقای دکتر، قانون مدیکال و باز پرداخت مدیکال به اصطلاح به صورت فدرال هست یا به اصطلاح؟ بله، هر دو هست. در واقع هر دو دولت هست. فدرال یه مقداری که
خودش خرج کردن ریکاور میکنه، استیت آف کالیفرنیا هم یه مقدارش رو میخواست ریکاور کنه. الان قانون جوری شده که فقط اون قسمتی رو که دولت فدرال میتونه در واقع باز پس بگیره رو استیت میتونه روش کار بکنه. بله بله. بعد قبلا اگر همونجوری که گفتم اگر تراست شخصی وجود داشت هیچ نوع پروتکشن یا هیچ حمایتی به اون شخص نمیداد. درست. الان با قانونی که پس شده اگر اموال به نام اون شخص باشه میتونه ازش بگیرن بعدن از بازماندگانش. بله. ولی اگر توی تراست ریووکبل هم گذاشته باشه بر اساس این قانون مدیکال نمیتونه اون ازشون بگیره. این لازم نیست که برن توی این تراست های غیر قابل فسخ. بله بله. خب این یه مزایای خوبی داره واسه این اشخاص، ولی در هر صورت این قانونیه که کالیفرنیا گذرونده و اون کار قبلی که ما انجام میدادیم این asset protection کلی بود. بله. کلی بود که در واقع هیچ نوع کردیتوری اگر شما تصادف میکردین هر مسئله پیش اومد نمیتونست از شما بگیرن. درست. این یکی فقط در رابطه با مدیکله. بله. یعنی بله. در واقع این کاری که بکنین مدیکل نمیتونه از اون بگیره چون تو تراست ریووکبل هست، ولی اگر لاسوتی باشه تصادفی باشه هرچی باشه اون موقع میتونه از اون بگیره. خب این فرق این دوتاست. بله. خب اگه آقای دکتر هر دو تراست رو بنویسن که یکی کاملا تمام اموالشون رو در مورد هر حادثه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته پروتکت بکنه و یه تراست دیگه در مورد مدیکال، آیا این امکان پذیر هست؟ خب ببینید بستگی داره که اموالشون چقدر دیگه. بله بله. این تراستی که ایرووکبل تراست که ما انجام میدیم مال خونه مسکونیه. درست. خونه مسکونی در واقع یه دونه است. البته یه وکیشن هم میشه داشت به عنوان خونه مسکونی. بله بله. اگه اموال دیگه ای داشته باشن میتونن یه کامبینیشنی از هر همون چیزی که گفتین از این دوتا انجام بدن. خونه بله. مسکونیشون اگر مسئله شون مدیکاله اون تو بذارن. بله. ولی شخص اگر اموال زیادی داشته باشه اصلا کوالیفای واسه مدیکال نمیشه. دقیقاً. شما باید بعدم فکر کردم که بله فردی که احیانا مال و اموال زیاد داره که شامل گرفتن مدیکال و پوشش بله. مدیکال نخواهد شد. در واقع یه خونه معاف. بله. یه خونه معاف. بعد خب الان عزیزان در این مقطع برای اینکه به اصطلاح بعدها دولت فدرال و یا استیت نیاد و خانه مسکونیشون رو یا همون مال اموالی که دارن رو نگیره، الان قدم اول چگونه هست؟ یعنی اقدامشون چگونه باید باشه آقای دکتر؟ بله ببین در هر صورت هر کسی که تو آمریکا زندگی میکنه و اموالی داره بهتره که از تراست استفاده کنه، چون اگر تراست نداشته باشن وصیت‌نامه یا وصیت‌نامه نداشته باشن از طریق بدون وصیت‌نامه اموالشون میخواد تقسیم بشه مجبورن برن به دادگاه انحصار وراثت. بله. خب خرج خیلی بالایی داره، زمان زیادی طول میکشه، برای همین تراست درست کردن رو باید هر سال انجام بدن کسایی که اموالی دارن. دوم کسایی که بچه های در واقع ماینر دارن حتما باید این کارو بکنن، چون با اون داکیومنت هایی که ما درست میکنیم توی تراست مشخص میکنن اگر اتفاق واسه خودشون و همسرشون افتاد گاردین اون بچه قیم اون بچه کی بشه، که اونم مسئله مهمیه. درست. حالا نوع تراست ها، تراست قابل فسخ، غیر قابل فسخ، اینا در واقع شرایط هر کی واسش فرق میکنه، ولی تراست ریووکبل و هر کی که اینجا اموالی داره به بچه کوچیک باید داشته باشه. درست. حالا یه موقع است که کار شما جوریه که ممکنه خطر واسهتون ایجاد بشه، احتمال لاسوت زیادی داشته باشین، یا همین حالت در واقع مدیکال هم یه کردیتوره، کردیتوری که میگه بدهکاری من هست شما باید اینو پرداخت کنید. در مورد اینا تراست های غیر قابل فسخ کمک میکنه، ولی خب هر این در زندگی معمولی آدم هر تصمیمی میگیره یه سری معایبی داره یه سری مزایایی داره. درست. همه کارو نمیشه با این انجام داد. تراست غیر قابل فسخ هم یه سری مزایا داره یه سری معایب. مزایاش اینه که هیچ کردیتوری نمیتونه در واقع از شما اینو بگیره، چون شما اینو به عنوان هدیه دادین رفته. بله. معایبش اینه که در واقع مال شما دیگه حساب نمیشه، شما حق زندگی رو توش نگه میدارین ولی مال شما حساب نمیشه. میتونن یعنی حق زندگی رو نگه دارن؟ خوبیش همینه. اوکی. فرق اینه که شما یه پراپرتی رو مثلا میگه خب چرا من نمیام اینو بدم مستقیم به بچم. درست. فرقش اینه که اگر خونه که شما توش زندگی میکنین به اسم بچتون باشه، هر اتفاقی هر مسئله که واسه بچه شما پیش بیاد خونه شما رو به خطر میندازه. درست. طلاق مثلا ازدواج کنن طلاق بگیرن دعوایی داشته باشن لاسوتی باشه، خونه‌ش که شما توش زندگی میکنین رو به خطر میندازه. درست. این کاری که میکنین شما مالکیت خونه رو میدین به تراست ولی حق زندگی رو توش نگه میدین. درست. این تا وقتی که شما زنده هستین بچه‌هاتون نمیتونن اصلا اینو بفروشن، اگر بخوانم نمیتونن. بله.
در واقع مگر با اجازه شما میتونن حتی این خونه رو عوض کنن، یه خونه دیگه بگیرن. معمولا خود شخص نمیتونه مرجع تراست خودش باشه. بله. چون اگر خود شخص مرجع تراست خودش باشه میگن که پس هیچ کنترلی روش نیست دیگه. درسته. ولی با در واقع اجازه درست کننده تراست، تراستی میتونه خونه رو عوض کنه، میتونه بفروشتش، پولش بکنه، بذاره تو حساب اونجا. ولی مالکیت دیگه مال شخص درست کننده نیست. درسته. درست، یعنی صاحب اصلی مال. آره دیگه، صاحب اصلی مال تراست میشه. درسته. تا وقتی یه شخص زنده است. درست. بعد از فوت شخص منتقل میشه به بازماندگانش. و میتونن به اصطلاح در تراستشون نام چند نفر رو بنویسن دیگه، اون که محدودیت ندارن. این تراست معمولی میتونن بازماندگان بچه‌ها رو بزنن، نوه‌هاشون رو بزنن، اگه بچه نداشته باشن خواهر برادر هر جور که بخوان میتونن اینو انجام بدن. ولی خب یه عیب دیگه این که داره اینه که قیمت خرید این پراپرتی، یعنی شما فکر کنید این پراپرتی رو 20 سال پیش خریدین 100,000 دلار، اگر اینو تو این تراست بذارین، قیمت خرید شما به اضافه اون پولایی که توش خرج کردین بهش میگن کاست بیسیس، این منتقل میشه به تراست و بعد منتقل میشه بچه‌های شما. بله. اگر بخوان بفروشن این پراپرتی رو بعدن، اون کپیتال گینز یا سودی که در واقع در میارن میشه در واقع ماب تفاوت اون قیمت خرید با قیمت فروش. خب اگه شما 20 سال پیش خریدین 100,000 دلار، بخوام بفروشین 200,000 دلار، رو 100,000 دلار باید شما کپیتال گینز تکس بدین. خب بله. اگر از طریق تراست معمولی یا وصیت نامه منتقل بشه، با قیمت روز فوت منتقل میشه. یعنی که اگر امروزی که شخص فوت میکنه 200,000 دلار بیارزه، بله، اگر همون موقع بفروشن، همون 200,000 دلار هیچ کپیتال گینزی نمیدن. در واقع این یه اشکالی است که تراست قیام فصل داره. ولی از اون ور تمام مزایایی که میده، مزایای در واقع حمایت از سرمایه و اصل پروتکشن و این چیزایی هست که درسته. پس بنابراین آقای دکتر، وقتی که به شما مراجعه میکنن، شما بنابر موقعیت زندگی شخص، بنابر داراییش، بنابر تعداد فرزندان، بنابر سن و سالی که دارن، شما تشخیص میدید که چه کاری بهتر هست براش. میتونن تراست غیر قابل فسخ بنویسن، میتونن نه تراست معمولی بنویسن، و همه اینا در بعد از مشاوره‌ای که با شما خواهند داشت، بهترین راه حل ممکن رو شما پیش پاشون میگذارید که بتونن نهایت استفاده از این مسئله رو بکنن. فقط یه نکته ای هست در فکر من آقای دکتر. خب به هر حال دولت آمریکا به افرادی که تشخیص میده مزایای مدیکال رو خب اهدا میکنه، ولی واقعا تا سالیان گذشته هیچ صحبت برگشتن این پول نبود. یعنی همیشه دولت آمریکا به این معروف بود که بسیار حمایت میکنه از افراد سالمند و افرادی که حالا کم درآمد هستن. بله. الان این چند سال اخیر یا فرمودید از 2006 این قانون اومده؟ بله. یعنی در 11 سال پیش مدیکال ریکاوری از قبل بوده. بله. در واقع از این حالتی که هست از 1990s بوده، ولی ما که اینجا اومدیم در واقع الانه که به اون سنی رسیدیم که این احتیاج هست که بدونیم. بله. و همون موقع هم اینا ریکاوری میکردن. بله. ریکاوری میکردن، ولی نه همه چیزو. اگر شخصی خانه سالمندان نمیرفت یا بله، این هوم کیر نداشت، ازش چیزی نمیگرفتن. اوکی. الان سنا رفته بالا، به جای رسیده که یکی از همسرها میمیره، همسر بعدی بچه‌ها نمیتونن ازش مراقبت کنن، مجبور میشن بذارنش توی خانه سالمندان. این مسائل پیش اومده و اینکه همه متوجه شدن به خاطر اینکه مدیکال خودش شروع کرده به فرستادن نامه به زبان فارسی به چند سال گذشته به اونایی که این مدیکال دریافت میکنن و بهشون گفته این مسئله رو. بله. بهشون گفته که شما اگر انوار داشتید بعد از فوت ما میگیریم. خب البته خوب بوده این مسئله، چون خیلی‌ها به این فکر افتادن که شاید بتونن کاری بکنن که درست جلوشو بگیرن. ولی در هر صورت ببینین، دو تا سیستم اینجا که هست، یکی سیستم مدیکر، یکی مدیکید. مدیکر همونجور که میدونین بنز کافی که اگر کار بکنین 40 تا یونیت در عرض 10 سال جمع بکنین، شما به سن 65 سالگی که برسین، یا البته الان اونایی که سنش میگم کمتره شده به 66 67، بله، شامل مدیکر میشین. مدیکر اون در واقع پول از شما جمع کرده، حالا خرج خودتون میکنه. درست. اون هیچ پاسپاسی هم نداره چون پول خود شماست. درست.
مدیکال در واقع به کسایی میدن که همون که گفتیم کم درآمد یا کم سرمایه باشن یا کسایی هستن که در واقع به اقتصاد آمریکایش کمکی نکردن در زمان جوانیشون. درسته. حالا خب این جامعه بالاخره جامعه پیشرفته ای هست، ویلفر سیستم داره و مجبور مراقبت کنه از اونایی که اینجا هستن. ولی خب بعد از 2006 اینا یه حالت خیلی اگریسیو ایالت ها شروع کردن. کالیفرنیا به خاطر اینکه مهاجر خیلی زیادی داره. درسته. مهاجر خیلی زیادی داره. خرج خیلی این افراد. بله مثلا این افراد زیادتر هستن، جاهای دیگه همچین مسئله‌ای ندارن. درسته. به اندازه که اینجا داره. اینا هم خب خرج مدیکال واقعا خرج عظیمیه واسه. درسته. واسه آمریکا. واسه همین بالاخره مجبورن یه مقدارشو جمع بکنن، ولی راههایی هست که در واقع بتونن یا مقدارشو کم کنن یا اصلا کلا از بین ببرن. و آخرین سوالم این که آقای دکتر، اگر فرد یا زن و شوهری اصولا هیچ دارایی نداشته باشن که ثبت شده باشه از جمله منزل مسکونی و یا اتومبیل یا این چیزا، این قانون شاملشون نمیشه؟ یعنی هیچ چیز بازماندگان پولی بدن واسه اون شخص، چون بدهی مال خود شخصه. بله. مثلا اگر کسی چیزی نداره که لازم نیست هیچ کاری انجام بده دیگه. بله. در صورت ولی این خبر خوبی بود واسه کسایی که لیوینگ تراست دارن، ولی خب پروتکشنی که میده بر اساس این قانون، این قانون ممکنه در آینده عوضش بکنن، دوباره شروع کنن. بله. کلک کردن هیچ نوع تضمینی نیست دیگه. اون کار اولی که ما انجام میدیم، کاری که در واقع دست نه فقط مدیکال بلکه تمام کریدیتورهای دیگر رو از روی اموال شما برمی‌داره دیگه. بله. حالا اونایی که اینو درست کردن تا الان، خب این چویس رو دارن، این شانس رو دارن که بتونن دوباره برگردونن به تراست معمولی. این تراست با اینکه ایریوکبله، ولی راههایی هست که میشه در واقع فسخش کرد و برش گردون به تراست معمولی. ولی عیب اصلی این کار فقط همون موقع فروش بازماندگانه. درسته. واسه خود شخصش فرقی نمیکنه، مگر اینکه خودشون بخوان دوباره روی این پول بکشن بیرون، ریفایننس بکنن. بله. بفروشن. خب اون عددشون خارج بوده، تراستی میتونست انجام بده، ولی قدرت خودشون دیگه نیستش. یک دنیا ممنون آقای دکتر شاهین مطلبی. شما عزیزان میتونید برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-268-1685 تماس بگیرید یا به دفتر مرکزی ایشون در 1575 بسود بولوار سویت 201 مراجعه کنید. با تشکر از آقای دکتر شاهین مطلبی به اتفاق ایشون با شما عزیزان خدافظی میکنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.